نگاهی کنیم به وضعیت امروز بازارهای مالی ایران. همکارم رشاد زمی هم برای بررسی این بازارها اینجا با من در استودیو هست. رشاد، از بازار ارز شروع کنیم. این بازار اکثر قیمت ها هم تو که میبینیم سعودی بودن داشت. بله، خب همینطور که مشخصه اکثر شاخص ها سعودی بودن، به جز دلار بازار آزاد که افت ناچیزی رو داشت، افت 20 تومانی نسبت به پنجشنبه. عملا این سومین روزی هست که در بازار آزاد دلار داره در کانال 28000 تومان معامله میشه. امروز دلار صرافی ملی رشد بالایی رو داشت، 150 تومان صرافی ملی نرخ فروشش رو افزایش داد. حواله دلار نیما هم مثبت بود و یورو و حواله درهم هم 0.3% رشد داشتن برخلاف دلار بازار آزاد. این روزا فعالای بازار بسیار از جو امنیتی و فشار روانی بر این بازار خبر میدن. خب بعد از اون اخباری که منتشر شد مبنی بر آزادسازی منابع ارزی ایران در خارج از کشور و خارج از کشور تکذیب شد، عملا این رو این فعالان به عنوان یک جو در واقع رسانه‌ای ازش یاد میکنن. در کنار اون هم خب این خبر خروج 10 میلیارد دلار ارز در 9 ماه اول 1400 از ایران سرمایه عملا رو بازار تاثیر زیادی رو داشته. یک مقام بانک مرکزی گفته که یک فرصت 3 ماهه داده میشه به کسایی که بیش از 10000 یورو ارز خانگی دارن، یا باید این رو به صرافی‌های مجاز بفروشن یا به بانک‌ها، که خب این هم عملاً در ادامه همون قانونی است که تصویب شد که حمل و نگهداری ارز به عنوان قاچاق محسوب میشه. به نظر این هم افزایش جو امنیتی و فشار به ارز خانگی است، دارندگان ارز خانگی است که ارزشون رو عرضه بکنن. نشون میده که وضعیت ارزی شاید چندان مناسب نیست اونطور که مسئولین اشاره بهش میکنن. در مورد بازار رمزارزها و خبرهای مربوط به اون، خبر می‌دیدم حکومت چین داره اقداماتی انجام میده در مورد رمزارزها. اگر جزئیاتی داری از این خبر بگو. بله، بانک مرکزی چین اعلام کرده که 1.5 میلیون واحد یوان دیجیتال رو به صورت آزمایشی عرضه میکنه. خب بانک‌های مرکزی در خیلی از کشورها گفتن که رمزارز ملی خودشون رو راه خواهند انداخت، اما در خبری شاید متضاد با این، بانک مرکزی سوئیس گفته که بیت کوین قابلیت یک ارز ذخیره رو نداره و این رو رد کرده این موضوع رو. در کنار این پاناما اومده و گفته که پرداخت با رمز ارز برای حوزه‌های مختلف در این کشور قانونی است. بعد از السالوادور و جمهوری آفریقای مرکزی که رمز ارز رو به عنوان ارز رسمیشون شناسایی کردن، حالا این اقدام پاناما هم به نظر تا حدی به سمت اون رسمی شدن رمز ارز است. اما در بازار عذر میخوام، همینطور که میبینیم فقط یک رمز ارز مثبت بود و بقیه امروز با روند نزولی همراه بودن. بیشترین کاهش رو آوالانج داشته که می‌بینیم 5% افت کرده. بیت کوین و اتریوم هم رشد افت 1% رو داشتن. می‌بینیم بیت کوین کانال 39000 دلاری رو هم از دست داد، در کانال 38000 دلاری در آخرین معاملات داره معامله میشه و اتریوم هم همینطور از تا زیر 2800 دلار پایین اومد در معامله. در بازار طلا قیمت‌ها سعودی بودن اما کم نوسان. بله، نوسانات بازار طلا عمدتاً هولوش 0.1% بود، به جز نیم سکه که حدود 30000 تومان افزایش قیمت پیدا کرد. طلای جهانی برگشت دوباره زیر 1900 دلار. بازار ارز هم دیدیم قیمت‌ها تا حدی گیج بود. به نظر میاد که بازار طلا هم نتونست تصمیم قطعی بگیره برای تغییر آنچنانی و فعالان این بازار قیمت‌ها رو تقریباً مشابه روز پنجشنبه امروز معامله کردن. آش بپردازیم به وضعیت بورس. نقشه بازار رو اگر ببینیم، گویا در سمت راست و گروه‌های کوچکتر هم تو که می‌بینیم رنگ سبز بیشتر بوده و در کل هم رنگ سبز بیشتر هست. در مجموع بله، رنگ سبز امروز تا حد زیادی غالب بود، به جز برخی گروه‌های بزرگ مثل خودروسازی که رنگ قرمز رو در اونها بیشتر می‌بینیم، اما همینطور که گفتی گروه‌های کوچکتر سبز رنگ بودن. این خودش رو در شاخص‌ها هم نشون داده. در حالی که شاخص کل فقط 0.1% رشد داشته، شاخص هموزن 0.8% رشد کرده، رسیده به بالای 415000 واحد و نسبت نمادهای مثبت به کل هم به 62% رسیده که اون بیشتر بودن رنگ سبز در بازار رو ما میتونیم ببینیم. امروز این دستور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در مورد بانک‌ها و اینکه باید اموال مازاد و شرکت‌هاشون رو بفروشند و همینطور باید مازاد سودی رو که از تسهیلات گیرندگان گرفتن به اونها برگردونن در بازار خیلی مورد توجه بود. ارزش معاملات خرد هول و هوش همون 6000 میلیارد تومان باقی مونده. صف‌های خرید در حال سنگین‌تر شدن هستند، بیش از 850 میلیارد تومان صف‌های خرید از صف‌های فروش بیشتر بودند و امروز هم خروج پول حقیقی داشتیم نزدیک 30 میلیارد تومان، هرچند خیلی کمتر از روز چهارشنبه. آرش ممنون اینجا با من بودی. آرش رضایی همکارم.